برای صحبت بیشتر در این باره رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. سلام و خوش اومدید. آقای رئیسی، آیا از نظر شما چشم‌انداز مثبتی برای تغییر وضعیت جهان به سوی جهانی عاری از خشونت و جنگ و آوارگی وجود دارد؟ با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز، باید عرض کنم به حضورتون که ببینید، موضوع آوارگی دو وجه داره. یکی وجه داخلی هست که درون مرزها و یا به عبارت دقیق داخل کشورها و مسائل ملی هست که موج آوارگی میشه. دوم بحث فراملی و برنامه ها و دخالت های خارجی و جهانی هست. همونطور که در گزارش دارم اومد، ما قریب به 75 میلیون تا 80 میلیون آواره در سراسر جهان داریم که این یکی از فجایع جهان امروز هست و درباره اون باید یه مقداری مسئله رو باز کنیم و بشکافیم. اون چه مربوط به مسائل داخلی هست، انحصار طلبی حکومت ها و عرضم به حضورتون که غارت منابع کشور و ثروت اندوزی دستن در کاران هدایتگر کشورها و جوامع هستش که موجب نابرابری های اقتصادی و ایجاد طبقات اختلاف طبقاتی شدید در میان جامعه میشه، به طوری که افراد زیادی به عنوان افراد فرودست جامعه از توانمندی های مالی برخورداری و این ناداری ها موجب این می شود که اونها در ضعیفترین موقعیت اجتماعی زیست خودشون رو بکنن و در این صورت است که مثلا مسائل مختلفی از جمله بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و مسائل دیگری که اتفاق میفته، اینها زندگی های و خودشون رو و محیط زیست خودشون رو از دست میدن و چاره‌ای جز آوارگی و پناهنده شدن به سایر نقاط رو ندارن. اما یک مسئله مهمتر از اون مسئله دخالت های کشورهای خارجی است و یا بعد فراملی مسئله عرضم به حضورتون آوارگی هست که در گزارش شما هم اشاره شد. بله. که این یکی از ریشه های اون همون مسئله جنگ هاست. یکی از مسائلی که در اینجا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، علارغم این که فطرت انسان ها به هم نزدیکه و به طور فطری انسان ها از خشونت و قلدری و تجاوز بیزار هستن، متاسفانه شاهد این هستیم که جهان امروز بیشتر از هر زمانی بر پایه خشونت و جنگ و تجاوز قرار گرفته. همون نظام وحوش و جنگلی که مستتر هست و بر نظام و ساختار کلی نظام جهانی و به تبع اون بر ساختارهای ملی داخلی هم حکومت میکنه و حکم فرما شده. لذا این مسئله هم باید دقت داشته باشیم که در علارغم ریشه دیرینی که در تاریخ داره، در دوران معاصر از دوران استعمار کهن و بعد به استعمار نو و پسا استعمار یا ارزم به حضورتون که دوره جدید، این شدت و حدت بیشتری به خاطر اون زیادخواهی و ثروت اندوزی جهانی است که کارتل ها، تراست ها و صاحبان کارخانه های مهم به خصوص اسلحه سازی اصولا وارد یک عرصه‌ای میشوند به نام جنگ و درگیری و آوارگی و نزاع میان ملت ها و کشورها. حتی اینجا این مسبب این مسئله آوارگی عظیم ملت ها میشه. نمونه ها شما در دو جنگ جهانی اول و دوم دیدیم، جنگ تجاوز در همین دوران معاصرمون، تجاوز آمریکا به افغانستان مظلوم رو دیدیم، به عراق رو دیدیم که چه بلایای خانمانسوزی رو بر سر اینها آوردن. در اینجاست که این علل آوارگی که موجب این مهاجرت ها و این آوارگی ها و پناهندگی ها میشه،
از بین بردن ثبات سیاسی اون کشور هاست و به تبع از بین بردن ثبات سیاسی بنیه اقتصادی و سازندگی احاد یک کشور از بین میره و اونجاست که چاره برای فرار از این مصیبت نداره. اما اینکه چه چشم‌اندازی هست و موقعیت است که ببخشید بک‌گراند صدای شما داره میپیچه، به نظر میاد که چشم‌انداز روشن و مثبت حقیقتا اینه که برای پایان این خشونت و تعرض وجود نداره، ولی ایدئال و تصور آینده مطلوب در گروه همیاری و همفکری الیت ها و نخبگان دلسوزان واقعی حقوق بشر و انسان ها هستند و الهیدانان جهان که اینها بر اساس آموزه های مکتبی و آموزه های علمی و آموزه های تعهد آور انسانی بتونن مجامع عمومی رو تحت فشار و عرضم به حضورتون که محاصره اندیشه های فویا قرار بدهن، که بلکه بتوانن در یک مجموعه و یک کانتکست عظیم این جریان رو به حد اقل برسن. بله ممنونم. از و مداخله کشورها در امور دخل کشورهای دیگر دخالتشون رو جلوشون رو بگیرن. آوارگان امروز در مسائلی که امروز در غزه به وجود اومده دقیقاً سکوت جوامع بین المللی و مهر تأییدی که غیر مستقیم بر جنایات رژیم اسرائیل میزنن یک نمونه بارز این است. و این چشم‌انداز فقط زمان مؤثر هست که اون وجدان جامعه بشری بیدار بشه و دست به اون ابتکار عملی بزنند که بتواند جلوی این زیاده خواهی و جنگ افروزی ها رو بگیره. بسیار متشکرم از شما رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران.